بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین. الطاهرین المعصومین المکرمین. رسول خدا می‌فرماید النور اذا دخل القلب انفسح و انشرح. دل بدون این نور بسیار محدود، تنگ، بی‌حوصله است، بی تحمل. به خاطر تنگی و محدودیت و بی‌حوصلگیش خیلی از جریانات الهیه رو و خیلی از جریانات زندگی رو تحمل نمی‌کنه. مثلا قبل از اینکه این ظرفیت رو پیدا بکنه، قرآن میگه تحمل اسلام رو نداره. این متن صریح قرآنه. چون میفرماید افمن شرح الله صدره للاسلام، کسی که خدا کمکش کرده و به قلبش گنجایش داده، ظرفیت داده برای اینکه اسلام رو بپذیره. با کسی که این ظرفیت رو پیدا نکرده و نخواسته پیدا کنه مساوی هم. کلمه اسلام هم در این آیه احتمالاً دو معنا داره. یکی دینه، ان الدین عند الله الاسلام. یکی هم حالت تسلیم به پروردگار که در توضیح تسلیم میگن آدم خودشو پیش خدا مثل مرده تو دست قصال رها بکن، فقط کاری به خدا داشته باشه، رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. حرف نزن، نظر نده، رأی نده، برای خدا تعیین تکلیف نکن. یه حالتیه که از همه انبیا خدا نقل کرده. مثلا درباره ابراهیم اذ قال له ربه اسلم
اولین باری که من به ابراهیم پیام دادم مال ایام جوانیش، از نظر دینی ابراهیم پیرو نوح بود. در قرآن می‌فرماید ان من شیعته لابراهیم. دین نوح دین خدا بود. بالاخره این دین کاملا نابود نشده بود، دست به دست از طریق مردم مؤمن تا زمان ابراهیم رسیده بود. خب ما ابراهیم مورد خطابمون قرار گرفت. از قال له ربه اصل، یک پارچه با همه وجود تسلیم من شد. قال اسلمت لرب العالمین. همین یه بار دعوتش کردن، ایشونم همین یه بار جواب داد و تا آخر عمرشم بر سر این جواب موندش، تکون نخورد. تو ایام بالای 90 سالگیش که اسماعیل 14 سالش شده بود، آدمی که بچه دار نشد مگه در زمان پیری کهنسالی، تو بیداری هم نه، خیلی عجیبه. تو خواب بهش گفتن اسماعیلو در پیشگاه ما قربانی کن. اگر اون حالت تسلیم نبود یقینا انجام نمیداد. اما وقتی بیدار شد به پسر 14 ساله 15 سالش گفت انی ارا فی المنام انی اذبحک. اونم در جا جواب داد یا ابت افعل ستؤمر، به من چی کار داری که من بچه‌تم، دلبندتم، عزیزتم، به من کار نداشته باش، به اون چه که مأمور شدی توجه. این حالت تسلیم. حالا این دعوت ها برای ما که نمیاد، برای گذشتگان ما هم نیومده، نه برای پدرانمون نه برای مادرانمون، ولی یه دعوت هایی برای ما اومده که کل دعوتش تو یه دونه کارت به نام قرآن، تسلیم همین دعوتش بشه انسان. یقینم بدونیم دعوت‌های بسیار سنگین سراغ ما نمیاد، نه تو خواب نه بیداری. اما همین مقدار دعوتی که برامون اومده قرآن، تسلیم این باشه. همین مقدار دعوتی که از پیغمبر از ائمه طاهرین به ما رسیده، تسلیم همون بشه. البته این رو هم میدونید هیچ وقت در عمر یک نفر نه تمام آیات قرآن تکلیفش میشه نه تمام روایات. مثلا در دوره کتاب شریف کافی که 10 جلد حدود 16,000 روایت، تمام این روایات که تکلیف ما نمیشه، چون خیلی از تکالیف برای ما مقتضاش فراهم نیست. فرض بکنید یک کسی تا آخر عمرش به درآمد محدودیه،
خیلی به خودش فشار بیاره تو عمرش یه بار بتونه بره مشهد، شاید هم نتونه بره، اما حج واجب اصلا تکلیف اون نمیشه. و خیلی چیزای قرآن الان تکلیف ما نیست، ما نه گوسفند زیادی داریم، نه گاوی داریم، نه خرمایی داریم، نه طلایی داریم، نه نقره‌ای داریم، نه شتری داریم، نه طلا و نقره‌ای داریم، نه خرمایی داریم، نه کشمش. حالا هرچی هم روزا قرآن بخونیم ببینیم پروردگار اصرار به زکات داره. ما که این نه مورد زکات رو نداریم که. توجه به این معنا داشته باشید که مسئله تسلیم براتون سنگین نیاد، چون ما حالت تسلیم هم که داشته باشیم خیلی از تکالیف الهیه شامل حال ما نمیشه. خب این اسلام در آیه یا معنیش همین دینه یا معنیش همین حالت تسلیمه، هر کدومش باشه اگر دل ظرفیت نداشته باشه، گنجایش نداشته باشه، قبول نمی کنه، چون جا نداره. اسلام جا می خواد، حالت تسلیم جا می خواد. جاش هم قرآن مجید می فرماید دلیه که من او رو شرح بهش دادم، یعنی گنجایش دادم، ظرفیت دادم، مجانی هم ظرفیت ندادم. یا واقعا خواسته، گدایی کرده، من بهش دادم این ظرفیت، یا یه کار خیلی خوبی کرده که اون کارش اقتضا داشته من یه پاداش با ارزشی در دنیا بهش بدم، شرح صدر به او دادم. مجانی هم صورت نمیگه. خب این نور ازا دخل فی القلب انشرح و انفسح، وقتی وارد دل بشه، یعنی او وارد کنه، کار خود ما که نیست. نشون دادن لیاقت میخواد، یه کار خیلی خوبی میخواد، رعایت یه حالی میخواد، یه توبهی میخواد، یا عاملی میخواد که پروردگار عالم این نور رو در دل نفوذ بده. یه کاری میخواد، یه کسی در مدینه مرد، نیمه شبم مرد، صبح جنازش رو بردن کنار مسجد که پیغمبر نماز بخونه. میشناختش پیغمبر، پیغمبر تو قلب مبارکشون قصد کردن این نماز رو نخونن. اظهارم نکردن، میخواستن نماز رو بندازن گردن یکی دیگه. حالا چه دلنگرانی داشت پیغمبر ننوشتن، ولی بنادش نخون. جبرئیل نازل شد.
گوه آقا خدا میفرماد نماز میت تو فقط تو باید بخون. خب باید یه چیزی شده باشه که این میت نماز پیغمبر رو جلب بکن. بعد جبرئیل گفت به پیغمبر، گفت دیشب خیلی در مدینه بارون شدید بود، تا مچ پای مردم، گاهی تا بالای مچ مردم تو گل بود. اون بارون شدید که در گرفت، همه در رفتن خوناش. این آدمی که دیشب مرده، صبح مرده، این یه خانواده گرفتار دردمندی رو سراغ داشت، بلند شد زد تو این گلا و آبا، رفت در خونه اون خانواده دردمند، مشکلشون رو حل کرد. اونی هم که تو ازش نگرانی خدا بخشیده، حالا هر گناهی بوده نمازش رو بخون. بالاخره یه کاری آدم باید بکنه که یه نظر به آدم بندازن. طفیل هستی عشقند آدمی و پری. پری یعنی جن، انس و جن. طفیل هستی عشقند آدمی و پری. ارادتی به نما تا سعادتی ببری. یه کاری بکن. بیخبران از این حقایق همیشه میشینن میگن ما چیکار کردیم که دعامون مستجاب نمیشه، ما چیکار کردیم خدا به ما توجه نمیکنه، ما چیکار کردیم که به ما حال نمیده، قال نمیده، را نمیده. تو یک کاری رو نکردیم که به ما حال نمیده، یک کاری رو نکردیم که به ما قال نمیده، یک کاری رو نکردیم که دعای ما مستجاب شدنش به زلف اون کاری که نکردیم گره داشت. پیغمبر به اون با عظمت اومده بالا سر یه محتضر در حال مرگ، اینو کتابای مهممونم نوشتم، دید پیغمبر، پیغمبرم حس کرد این داره میمیره. فرمودن بگو لا اله الا الله، صورت شو برگرد. وقتی زبون نچرخه چکار کنه آدم؟ ولی پیغمبرم بگه بگو لا اله الا الله، و زبون باید بچرخه که من بگم لا اله الا الله. حالا امر هر کی که طرف من بیاد، ولی زبون من باید کار بکنه. امر به تنهایی که کار نمیکنه. امر امر بگو، وقتی من نمیتونم بگم نمیگم. دوباره تکرار کرد، دوباره سرشو برگرد. و پیغمبر آگاه به حقایق. اگر ما هم در حد خودمون آگاه باشیم، خیلی گره هایی که به کار خودمونه خودمون میتونیم وا بکنیم. راه ده. یه کاری کردم که گره خورده، حالا یه کاری باید بکنم گره باش، چون هر دوش دست خودم. او راهنمایی کرده چگونه زیست گون گره نخوره. حالا اگه اون چگونه زیست کردن رو نداشتم و گره خوردم، باز راهنمایی کرده چجوری گره و واک. تمامش هم در قرآن و روایات اهل بیت. ان الله لا یغیر
ما به قومن، این گره هایی که به کار همتون هست، لا یغیرو، وا نمیشه، بسته میمونه، حتی یغیرو ما به انفسهم، تا در خودتون ایجاد تغییر کنین، از حسادت تغییر پیدا بکنید، به این که به جای این که نعمتو بر دیگران ببینید میخواین دق بکنین، نعمتو بر دیگران میبینین، شما هم به جای او شکر کن. ده تو گرد با میشه. گره در کارت خود جستجو کن، ببین دل پدرت دستت به حق ناراحته، قلب مادر به حق از دستت سوخته، دوتایشون رو راضی کن، گره بانش. دلی رو سوزوندی، برو اون دل سوخته رو از سوختگی درار، گره باز میشه. ما اصابک من سیئت فمن نفسک، اینا همه قرآنه. گره هایی که به کارته، کار خود، خودت یه کارایی کردی که گره افتاده به کار، چون نظام هستی رو خدا به گونه ای قرار داده که کل هستی شعور داره، تای انحرافی از شما میبینه یه گره میزنه به کار. والا همه چی که در کره زمین هست، کره زمین پر معدن، پر جنگل، پر نخود لوبیا، پر گندم، پر برنج، پر پوشاک، پر پارچه است، پر جاده هاست، پر آب، کره که چیزی کم نداره. من چرا در بین این همه سرمایه و ثروت گره به کارمه؟ من یه کاری کردم که گره به کارم خورده، اونو باید پیدا کنم، زدشو بزنم، گره باش. مثلا نماز، خیلی از محققین میگن صلات از وصلت لغتن، میگن یعنی اتصال. من که در زمین زندگی میکنم، اگر بخوام به عالم ملکوت، به عالم الهی وصل بشم، رشته اتصال نمازه. وقتی با این رشته وصل به عالم ملکوت شدم، صدای من در ملکوت عالم به وسیله کل ملائکه شنیده میشه، پروردگارم که کنار صدام حاضره. تو قرآنم میگه واستعینوا من الصبر والصلاة، از نماز کمک بگیر. یعنی اگه وصل به من باشی، رشتشم نمازه، فیوزات من در حد گنجایش خودت از طریق نماز درستی که میخونی، نم نماز کل ملقی، نماز درست، نماز با ادب، نماز با حال، نماز با وقار، نماز سنگین. حالا اگه دلت هم میخواد بنده من از اول الله اکبر به پهنای صورتت عشق بریز، خب باشه، این عشق درخت نمازتو بارورتر میکن. اگه این رشته اتصال من قطع کنم، صد جور گره تو زندگی میخوره، بعد میشنم میگم من چیکار کردم که اینقدر گره تو زندگی؟ خب تو خودت اون رشته‌ای که نمیذاره گره به زندگی بخوره رو قیچی کردی، قطع کردی. گره میخوره طبیعتاً، بخوای یا نخوای. میگه من چقدر به این مستحقا کمک میکنم.
اما 10 تا مشکل دارم حل نمیشه. پدر جان، پسر جان، عزیز دلم، اول مشکلتو با خدا حل کن، بعد برو پولتو در راه خدا خرج کن. تو با اصل کاری مشکل داری، این پول کاری نمی کنه. من مارمزون 20 میلیون هر یه دهه کمک میکنم، تا آخر مارمزون میشه 60 میلیون. همون نمیبینم که مشکلم حل بشه. تو با صاحب رمضان و با صاحب این پولی که داری میدی مشکل داری، او مشکل رو باید حل کنه، نه اسکناس. اسکناس که کاغذه، یه خود نخود لوبیا شده تو خونه مستحق، خورده و فرو داده، تموم شده. اسکناس مشکل حل نمیکنه. اگه حل میکرد که مشکل قارون رو حل میکرد. قارون هلاک شد، 40 خانه گنج داشت، ولی حل نشد. مشکل ما به وسیله خود ما گرج زده میشه، به وسیله خود ما با پیوند با او گره باز میشه. راه رو بلد نیستم، نمیدونم چه جوری زندگی کنم، لذا مرتب مشکل دارم. کره زمین که انبار همه نعمت هاست، الان کشور ما در بین 180 کشور جهان، اینجور که میگن من بلد نیستم، نمیدونم، در ثروت پنجمین ششم کشور کره زمینه، از معدن، از نفت، از طلا، از گاز، از منزیوم، از مس، از روی، از خاکای خیلی گرون قیمت، از یه موادی که کیلوش 100 میلیون بیشتره، 200 میلیون بیشتره. پس چرا بیشتر مردم مشکل دارن؟ کل نعمت در اختیارشونه که. نعمت مشکل رو حل نمی کنه. مشکلی که بین خودم و خداست، گرهی که بین خودم و خداست و خودم هم زدم، اینو باید وا کنم. یعنی این ملت با این دولت با همدیگه، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اول بیاین به خود من گره بخورید، آمنوا و تقو، دومم بیاید از تمام گناهان کبیره دست بکشین، منم هر چی در نعمت از بالا و پایین دارم به روتون وا میکنم. ولی شما خودتون مشکل دارین، کار من نیست. یه بار به ابراهیم گفت اصله، تسلیم من شو، اونم یه بار قول داد، قال اسلمت لرب العالمین، تا شبی که از دنیا رفت سر قولش وایستاد. کنار خدا چون و چرا اصلا نکرد، هیچ. چرا به من بچه نمیدی؟ چرا بچه‌ای که به من دادی انگوش نداره؟ چرا این مشکل برای من پیدا شد؟ چرا انقدر من دشمن دارم؟ چرا نمرود داره منو میندازه تو آد؟ اصلا چون و چرا نکرد. بیشتر کتابام نوشتن تو منجنیخ که گذاشتنشون، نمیتونستن جلو برن، یه زمینی رو 1000 متر دیوار کشیده بودن تا
گلوی زمین رو پر مواد آتشزا کرده بودن، وقتی آتش زدن اصلا کسی از 200-300 متری نمیتونست بره جلو، شعله میرفت آسمون، گذاشتنش تو منجنیق که حرکت بدن منجنیق و پرتش کنن. جبرئیل عرض کرد الهی یه دونه رفیق تو این منطقه داری، یه دونه، دوتام نه. مردم دنبال غریزه جنسی و شکم و دلار و پول و تقلب و سر هم کلا بذارن و یه دونه رفیق داری، اینم که جلو چشم خودت گذاشتنش تو منجنیق، دارن پرتش میکنن، خاکسترش کنن. خطاب رسید دلت میسوزه براش، برو بهش بگو ببین چی کار داره براش انجام، برو. جبرئیل اومد کنار منجنیق، هنون حکم تکون دادنشو ندادم، گفت چی کار کنم برات؟ گفت علمه به حالی هست بی، همین که محبوب من منو داری میبینه بستمه، به تو احتیاج نداره. تو کی هستی؟ ما یه دونه مشکل گشاده داریم، یه گره واکن داریم. گفت چی کار؟ یعنی هیچ کاری نکنم؟ گفت چرا؟ وقت منو با حرف زدنت نگیر، بین منو محبوبم فاصله نشو، برو سر جات. این چه ایمانیه، این چه تسلیمیه، این چه دل پرگنجایش، این دل دیگه چه دلی، چه دلی. از این دل بزرگترم هست، بمونه شرحش برای وقت دیگه. یه نفری میخواستم بندازن تو آتیش، جلو چشمش 72 تا رو میخواستن قطعه قطعه کنن، دم نزد، چون و چرا نکرد، چرا کار به اینجا رسید نگفت، چرا همینی رو گفت که از طریق منبرا همه تون یاد گرفتین الهی رزن به قضایی. من کاری به این کارا ندارم، من راضیه به خواست تو هم، تو هر چی میخوای من هم همون میخوام. این نور وقتی وارد میشه قلب انفسح ون شرح، یه گنجایش عظیمی پیدا میکنه، عجیب تحمل آدم نسبت به عبادات، نسبت به خدمت به مردم، نسبت به درس خوندن، نسبت به بیداری شب، نسبت به خوش اخلاقی، نسبت به تحمل آزار دیگران که به ناحق می آزارن، حالا حسودن، متکبرن، مغرورن، هرچی هستن، تحمل خیلی میره بالا، شدید میره بالا. خب تحمل که رفت بالا چی میشه آدم؟ پیغمبر میفرماید اتصال به چهار حقیقت پیدا میکنه وقتی تحمل بره بالا، که حالا این چهار حقیقت هم داستانی داره، کم کم باید بگم، مختصرش فایده نداره، حال نمیده به آدم. تحمل، حاکم یه قبیله خیلی هم قبیلش پر جمعیت بود، خیلی
به کسان قبیله گفت من مستطیع شد، خوام برم مکه. خب برو. به کارگزارانش، به خدمتکارانش خب بار ببندید، زمان رو به گونه ای تعیین بکنید که اول من برم مدینه، بعد مدینه بیام مکه. مدینه برای چی؟ حاجی ها اول میرن مکه، اعمالشون رو به جا میرن، بعد با خیال راحت میرن مدینه. گفت من حج خیالم راحت نیم، مدینه باید برم خیالم رو راحت کنم، میخوام اول برم زیارت محبوبم امام صادق، اونجا برم خیالم رو راحت کنم بعد برم. مگه نشنیدی در قرآن خدا به ابراهیم فرمود کل مردم رو به حج دعوت کن، اذن فی الناس بالحج و بعدم در این دعوتت بگو یعتوک، به جانب حقیقت تو بیان، نه به جانب چهار تا سنگ و یه دونه پرده ای که خبیث‌ترین مردم دنیا میبافن. اونجا میخوام چی کار بریم؟ بیان به جانب حقیقت ابراهیمیه، یعتوک. نمیگه در آیه یعتل بیت، یعتل عرفات، یعتل مشعر، بدون ولی الله الاعظم مکه رفتن مثل اینه که شتر و گاو بره مکه. اومد مدینه، میخواست خونه اجاره کنه، امام صادق فرستاد دنبالش، خونه من جا داره بی پیش من. یه ده روزی خونه امام صادق، خوشمال آدم های گنجایش دار. کجا میخوای بری خونه غریبه؟ تو اینجا آشنا داری؟ رفت مکه، یه دو سفر دیگه هم اومد مدینه در ایام حج، باز امام صادق بردش خونه خودش. این دفعه سوم 10,000 دینار طلا به امام صادق داد، عرض کرد شما که مکه نمیان، منم به این شهر وارد نیست، یه زحمت برای من میکشین تا من در حجم یه خونه برای من تهیه کنین. فرمود بله، پول تو بذار بر. حج تموم شد. این دفعه دو بار مدینه، مدینه اول مدینه آخر. اومد مدینه که بره کلیت رو بگیره، امام صادق فرمود یکی دو سه رو خونه خودم باش، بعد سند معامله رو حضرت بهش داد. سند و خون، چقدر خوشحال شد، گنجایش 10,000 دینار طلا که کم نی، ولی دل باید بزرگ باشه. نوشته بود به دلالی، دلالی امام صادق، به دلالی جعفر صادق خانه ای رو برای دوستم ملکی قطعی خریدم، یه طرف خانه همسایش پیغمبر، یه طرف همسایش امیرالمؤمنین، یه طرف همسایش امام مجتبی است، یه طرف هم همسایش جدم ابی عبدالله الحسین. خونه مدینه، خونه برای چی میخواد؟ میمیری، خونه هم میمونه.
معلومی وراثت بیان ببرن نبرن، اما این خونه ای رو که خریدم هیچکی نمیتونه از دستت بگیره، اینم چهار تا همسایت. گفت فداتون بشم، چه معامله خوبی برای من انجام بدی. این گنجایش. بابا 10,000 دینار پول بهت دادم، به اجازه کی رفتی این کارو کردین؟ سند که نسیه است. نه، دلی که گنجایش داره کیف میکنه. اتفاقا برای سال دیگه حج عمرش کفاف نداد، مریض شد تو منطقه خودش، منطقهش هم جبل بود. من تو کتابا گشتم، تو این اینترنت ها ببینم جبل کجاست که در روایت اومده، بیشتر دیدم جبل یه منطقه از عراقه. اونجا مریض نزدیک مردنش به زن و بچهش گفت اون سند خونه منو بیارین، سندی که پای سند امضای امام صادقه، حد و حدود خونه به خونه کیا وصل. گفت منو گذاشتین تو قبر، سندو بذارید رو سینم، بعد کفنو بذارید روش. کی نقل میکنه این روایتو؟ فدای همینی که نقل کرده من برم، هشام ابن حکم، این انسان کم نظیری که هنو مو تو صورتش در نیامده بود، میومد دیدن امام صادق، امام صادق تموم قد براش بلند میشه. ایشون نقل میکنه، اون حاضر تو قضیه. گذاشتن رو سینش و در قبر رو پوشوندن و خاک ریختن و گریه کردن و اومدن برگردن، دیدن یه گوشه قبر یه روزنه باشد، سند افتاد بیرون. سند رو برداشتن، دیدن گوشش نوشته وفا جعفر اون صادق به ما قال. امام صادق به وعده این سندش وفا کرد، خونه رو به من تحویل داد. الهی یه دهه که گذشت، تو این دهه دوم نمیدونم چی کاره ای. نکنه این گره هایی که تو زندگی هممونه جریمه است. اگه جریمه هم باشه حقمونه، ما شکایتی نداریم، بد کردیم باید چوب بخوریم، اما تو میتونی چوب نزنی. الهی با این ناراحتی ها و عذاب ها منو ادب نکن. ولا تمکن
من اینا لی الخا حل مشکلم و از کجا جستجو کنم ولا تصدتا و الا هیشگی برا من غیر خودت نمونده، تو میتونی مشکلات منو حل کنی. من عین دیال خیر ولا یوجد الا من اند و من عین لی النجات ولا تصدتا الا بک الذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک. هرچی هم آدم خوبی باشم بی نیاز از یاری و کمک تو نیستم. وللذی اصا وجتر علیک، اونی هم که بد کرده جسارت به تو داشته، جرأت به تو داشته. ولم یرزک، تا حالا تو را از خودش راضی نکرده. خرجن قدرت، نمیتونه از حکومت تو فرار کنه. کلید حل مشکلات من همین گدایی منه. تو میتونی به من کمک بدی، کارایی که گره رو باز میکنه انجام بدم. اینجای جملات که زین العابدین رسیده، نوشتن تا جایی که نفس داشت ناله زد یا رب. الهی ده شبان روز که گذشت، ده شبان روز دیگه هم میگذره، تا دیر نشده یه کاری برا ما بکن. تا دیر نشده یه لطفی به ما بنما مولا جان. دیگه ما رو از گناه نجات بده.
خودمون دیگه زورمون نمیرسه خودمونو از گناه نجات بدیم مولا جان، مولا جان. اللهم ازقنا حلاوة الذكر، اللهم ازقنا حلاوة عبادتك، اللهم ازقنا حلاوة رحمتك، اللهم ازقنا حلاوة شكرك، اللهم ازقنا حلاوة وصالك، اللهم ازقنا حلاوة مشاهدتك، اللهم ازقنا حلاوة قربك. وای اللهم اللهم ازقنا حلاوة محبتك، الهی تمام اموات ما زن و مردشونو کوچک و بزرگشونو تمام شهدای این دین رو از زمان آدم تا امشب علل خصوص شهدای بسیار مظلوم 15 خرداد و با شهدای کربلا محشور کن، مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده. چقدر لذت داره که تو دعای عرفه آدم هم نوای با ابی عبدالله باشه، ملک الموت بیاد بگه اومدم ببرم. مرگ ما رو در مجالس عزای ابی عبدالله قرار بده. به عزت و جلالت، به انبیا و اولیات، به امامان معصوم، به اون لحظه ای که برای تو بود ولی متحیر مونده بود تو میدان بمانه یا برگرده، جواب زن و بچه رو برای این 6 ماه چی بده؟ مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده. لحظه مرگ صورتهای ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده، با رضایت امیر المؤمنین ما رو از دنیا ببر.